باز هم خوش آمدین هموطنان عزیز. آقای قمی با خود داریم، سفیر حسن نیت جهانی برای افغانستان. آقای قمی، در یو این چه وقت کار آغاز کردین و چه فعالیت های در اوج انجام میدین؟ ما در آغاز سال 2017 ما در تشکیلات یو این داخل شدیم، بخش خیریه هستن. بله. در یو این گلوبال گودویل امباسادور باز بخش دپارتمنت اس دی جی اس، یک دپارتمنت خصوص خیریه هستند. ما قبلا که با نهادها و انجوها فعالیت داشتیم، اما معیاری که ما تعیین پوره کرده بودیم در روند از بورد پاس شدیم به صفت سفیر و نقش گلوبال گودویل امباسادور یا سفیر خیریه به سطح جهان در بخش های حقوق بشری هستند، رضاکارانه والنتیر هومانیتریان والید ویوز میگن، به شکل رضاکار بدون مزد، چی در سطح کشور خود باشی یا بیرون از کشور که مثال میری، بخش خیری هستن نهادها، سازمانها، انجوها در بخش اجرای باید به شکل رضاکار آمو نورمی که یا آمو پلیسی که حقوق بشری برشان تعیین ساختن باید ایجا در موسایی که زندگی میکنی یا بیرون میبری باید او را پلی بسازی یا پیاده بسازی، ادبشون در بخش حقوق بشر هستن، باید خیریه رضاکارانه باید این کار را انجام بدین. که تا هنوز ما با زیادترین نهادها، چی در بخش وومن هستن، بخش زنان هستن، چی بخش جوان هستن، چی بخش دیگر نهادها هستن، ما با انجوها و نهادهای زیاد نمیال به صفت مشاور، به صفت همکار امرایشان رضا کنم کار میکنم و کوشش میکنم که چی در بخش ویلنس یا خشونت هستن، چی بخش اطفال هستن یا بخش زنان هستن یا بخش زنان، نقش زنان در دولت هستن، چه خشونت در ادارات هستن، در بخش های مختلف ما کار میکنیم، کوشش میکنیم که برای نهادها و چی از رسانه هستن چی در نهاد خواستن طرحهایی داریم که ای تطبیق شوند تا امیروند حقوق بشری در جامعه ما پیدا باشن. یک نقش بسیار مهم دارن و ما بدون مزد رضاکارانه به این نهادها کار داریم و در سطح کشور در بیرون همچنان ما سفرها داشتیم و پیدن هم در روی داریم که ما بیرون هم در این مورد نیتنا در افغانستان باید بیرون هم در کدام کشورها سفر داشتین و روی کدام اهداف؟ ماه گذشته در امارات بودن، هم سمینار داشتیم و همچنان با جوان های ریسرچ داشتیم که روحیه جوان را باید ما یک مطالعه داشته باشیم که چی مزایا، چی کمبودیا، چی خواسته ها و چی میخواد در آینده، که یک رول بسیار مهم بر نقش جوان هستن داشتیم و در مصر همچنان ما بر یک مدت بودیم رفتیم، اونجا همچنان یک سمینار داشتیم در بخش حقوق بشری باز روی نقش زنان در کوی اجرایه بودن، در او همچنان ما چی داشتیم فعالیت داشتیم، یک مدت رفتیم پس برگشت به افغانستان، باز ایله ما که اوجا بیرون میبراییم ای پولیسی های جهان ما میبینیم، هم نظریات خودم راشان شریک میسازیم و همچنان پس برگشت به افغانستان میاییم بر جامعه خود که اون چیزی که مهم هستن، اون چیزی که بر جامعه ما جدید باشن، با جامعه ما با چی در بخش زنان هستن، چی بخش اجرایی هستن مشارک می سازیم. این بسیار یک رول مهم در روند حقوق بشری دارن. حقیقا بسیار عالی هست. فکر کنم که بعضی از تقلیف نامه ها، سرتیفیکت هایی هست دستاورد های شما که روی از یه هم حرف بزنیم که هر کدام اول از پایین شروع بکنیم، قمیس که لغو تقدیر است تعدادش بیشتر است، میشه که روی ازی هر بزنیم از کجا به دست آورد؟ یارا من ما قبلا براتون گفتیم در بخش نویسندگی از اطلاعات کلتور برهنگ گرفته، وزارت داخله، نهادهای جوانان و بخش لغو تقدیر چهره ها، همچنان
ما در بخش های مختلف ما لوح تقدیر نامه ها گرفتیم که ما تقدیر شدیم از آنها، چون که ما هر جای کتاب خود هدیه کردیم با مدیر پورتمون مربوطه باز و از ما تقدیر کردن. این بخش داخلی ماستن، اگر شمار کنیم زیاد است شاید وقت در بر بگیرن. خوب است و او دیگه شون باز نوهای تقدیری که فکر کنم یا باز بخش بین‌المللی استن گلوبال گودویل امباسادور از طرف یون از ایالات متحده آمریکا و مرکز در ویرجینیا استن. از یا بریم به صفت سفیری بسونیت مکتعین شدیم از یا استن و بخش یون استن و ای از تانکس وینینگ این بخش یون استن از بنگلادش برای افغانستان ما تعیین نسبت سپیری حسنیت که تعیین شدیم از بنگلادش هستن خدا. و این تقدیر نامه سومه که یا برای ما ممبرشیپ داده شدن از گلوبال ام تی سی مسی نخبگان جهان از اتحادیه اروپا هستن به صفت سپیری ایژوکیشن یا سپیری تن تربیه جانی برای افغانستان تعیین شدیم، چون که در بخش تن تربیت کار کردیم. نام خدا. و این باز از فدراسیون حقوق بشری یا بشر دوستانه هونری ممبر یا عضویت افتخاری برای افغانستان در این فدراسیون ما به دست آوردیم. نام خدا. و این را دیگه شان که هستن فیس امباسادور از بورد افریکا یا افریکاستان با صفت سفیر صلح از چند خوراک ما تعیین شده بودم، باز از بورد افریکا همچنان با صفت سفیر صلح برای افغانستان تعیین شدیم. و دیگه کاستان این همچنان مسئول یا دایرکتور میدیای گلوبال گودویل امباسادور برای افغانستان همچنان هستم، از یا برای ما داده شدن. نو همیش دستاورده ای است، یک دستاورده دیگه هم مانده که روی زوم حرف بزنیم و انشالله که همش شما زحمت کشیدین به دست آوردین. واقعیت باز پرسان میکنیم که چطور به دست آوردین؟ ای از جامعه اسلامی جهان و 65 کشور المپیک که نمایندگی میکنن، دایرکترشون احمد بدنسی در فرانسه زندگی میکنن، زیاد رونه شوم به سطح آسیا نخستین شخص هستم که این تقدیرنامه یا این ورلد کپ برای ما تقدیر کردن، برای ما هدیه کردن، ما کسب کردن. تبریکتون باشه، موفق باشین رحمت عزیز. بیاین حالا بگوین که رحمت چقدر تلاش کرده، چقدر زحمت کشیده، از چی مدت زمان چطور به این اهداف خود تا حال رسیده. اینا بدون شک هم که به زحمت به دست نمیاد، چقدر تلاش کردین و چطور به دست آوردین این؟ آقای رامین، ما از وقتی که از مکتب فارغ شدیم تا دوره‌ای که لیسانس فارغ شدیم با بسیار مشکلات ها و با بسیار رنج ها ما رنج نرم کردیم و تا هنوز همچنان مشکلات هایی داریم. بعد از او در دوره نویسندگی همچنان تا امروز ما به صفت یک جوان همیش اینمی روحیه یا اینمی ایدیا یا نظریه در مغز داشتیم که یک وقت یک بخش قوه اجرایه، یک نیروی جدید، چیزی که خواستیم بودیم که به صفت یک جوان در جامعه خود بدرخشانم، بیدیم با ای که در جامعه خود به سطح جهان همچنان به صفت یک افغان، به صفت یک جوان یک نقش و رول داشته باشم. و وقت ما مشکلات هایی داشتم در این روند که ما پیش می رفتم، خب اون چیزی که ما اینمی هدف ما بودن که ما تعیین کرده بودم که با این مشکلات هایی که ما داشتم ای را پشت سر گذاشتندیم و ما هیچ وقت شکست قبول نکردیم. ما همیش میخواستم، همی ارزوی ما بودن و تنوز هم به ما مرحله نرسیدیم. خب باز هم به صفت یک جوان به دستاورت ها نه تنها برای خود، برای لوگوی جوان های خود کسب کردیم و با او زحمات و او که ما واقعا برایشون تسلیم نشدیم و این زحمات که سر داشتیم
خوشبختانه یک اندازه ما موفقیت ها را به دست آوردیم. خمه گرامی، چطور یک جوان جهانی فکر بکنه؟ شما همین فکر چطور بر ذهنتون آمد؟ چطور خواستین که یک شخص جهانی باشه؟ ببینین، اگر ما بیاییم در تشکلات، جامعه جهانی هم یک خانه هستن که مثلا در کشور تشکلات یک کشور اعضا یا کسی که ساکنین است تشکیل میتن و تشکلات جامعه جهانی را باز کشورها انجام میتن، ما هم اگر باز بیاییم در سطح جهان باز یک فامیلی کلان میشیم، یک اعضای کلان میشیم. هر جوان اگر احساس داشته باشن که ما باید یک بخش یا یک نیروی جدید یا نیروی جوان باید دوینده باشم، چیزی که میاراستن باید از وقت خود دقیقا استفاده کنن و دو تشکیل مثال تحصیلات و کار و چیزا درست است، ما مشکلات های داریم، ولی بازم اگر ما یک اراده قوی داشته باشیم، امروز اگر ما ببینیم جهان وصل هستن، نه تنها که مثال ما در کشور خود هستیم، وقتی که تو یک شخص یکی باشی، پولیاتو یکی داشته باشی، جهان از چشم پوشی نمی کنن. دروازه جهان کسی که یکی هستن، کسی که پولیاتو یکی دارن، برشان باز هستن، حتما یک چانس میتن که در پولیاتو جهانی هم راه پیدا کنن. موفق باشین غمه گرامی. و در پرسش اخیر پرسیم که از فعالیت های آینده چه برنامه هایی روی دست هست و کدام سفر هایی روی دست هست و در اخیر هم پیامتان بر جوانان می داشته باشیم. ما در آینده همچنان ما بعضی سفرهایی که در این نزدیکا شاید داشته باشیم به کشور آفریقا و بعضی کشورهای اروپایی هستند، به صفت یک جوان بلکه به صفت یک جوان رضاکار از دست طرف افغانستان از کشور خود، ما شاید در بخش خیریه جونی چه اروپا باشه چه آفریقا باشه ما شاید اشتراک کنم. یک دستاور خوبی برای کشور ما، برای جوانای خود ما هستن. ما کوشش میکنم که نماینده همچنان برای جوانای خود در دیگر جهان، وقتی اگر ما بروم میخوایم که یک نهاد یا یک روند کاری برایشان مایا بسازیم تا جوانا برای جوانای ما یک برای پیش برد یا برای پیش رفتشان چی در بخش تسلات باشه چی در بخش کاریشان باشه کوشش میکنم که برایشان یک ساختار کاری بسازم. و در آخر برای جوانهای ما این بیان ماستن یا پایین ماستن که جوانها باید از وقت خود استفاده کنن، چون که آینده ساز کشور هستین، از تسلات خود درست از مشکلات دارین، باز هم کوشش کنین، وقت خود ازایی نکنین، از چیزایی که مثال جنجال های مثل قومی و نژادی و از این احزاب و از این چیزا بگذارین، بیاین با هم یک دست باشین و یک اتفاق داشته باشین و مو چیزی که در یک جامعه سالم انجام میشن به مشکل یک نیرو باشین. انشاءالله شما هم در آینده نه تنها برای بهبودی کشور خود به سطح جهان میتونین که نقش رول بتین. بدون شک هم تشکر میکنیم همه گرامی از حضورتون و صحبتهایتون. تشکر از شما همچنان، از تشکر از تلویزیون سبا که برای ما وقت دادن تا نظریه یا ایده خود با جوان خود شریک ساختن. تشکر میکنم. سلامت باشید.